هنر و صنعت عکاسی در اواخر دوره محمدشاه قاجار وارد ایران شد و مراحل رشد و ترقی خودش رو بنا به حمایت همه جانبه ناصرالدین شاه قاجار طی نموده و رونق بخشیده. حمایت شاه از عکاسی ورود عکاسان به دربار و حرمسرا رو در پی داشت که سالیان سال حس کنجکاوی مردم رو در پی داشت. خیلی عظیمی از مردم که شاه رو ندیده بودند و اون رو به عنوان یک موجود برتر و خیالی تصور می کردند، با دیدن عکس شاه به دامنه خیالات خودشون پایان داده و گروهی هم اون رو همتراز و همسطح خود قرار دادند. نکته حائز اهمیت در تاریخ عکاسی ایران اینه که بنا به شرایط و قوانین خاص عکاسی و پایبندی سخت زنان بر پوشیدگی و روگیری از نامحرم، تصاویر بسیار محدودی از زنان و عکاسان زن در دوره قاجار وجود داره. سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما را انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. با وجود افتتاح اولین عکاسخانه توی ایران و استقبال و گرایش شدید اقشار مختلف جامعه ایرانی از هنر و صنعت عکاسی در اون دوره، فضای بیرون از دربار به شکل دیگه‌ای بود. عکس گرفتن از زنان ممنوع و قوانین تصویب شده هم در جهت مخالفت عکس برداری از زنان بوده. سهولت دستیابی به تصویر از طریق عکاسی و فرایند بیواسطه اون بدون نیاز به مهارت در طراحی عامل اساسی بوده که ناصرالدین شاه در به تصویر کشیدن چهره زنان متعدد خودش و دیگر زنان که به حرمسراش رفت آمد داشتند از اون بهره برده. شاه با فرایند عکاسی که ماهیتاً حذف یک استاد کارآمد نقاشی رو برای به وجود اومدن تصویر در پی داشته و شاید مهمترین دلیل عدم خلق آثار تصویری با موضوع زنان تا اون زمان بوده، نه تنها به گرفتن عکس‌های گوناگون از زنان می‌پردازه، بلکه حالت‌های خصوصی‌تری از زنانش رو هم در عکس‌ها آشکار می‌کنه. خاصیت برداشت‌های لحظه‌ای عکاسی موجب میشه تا حالت‌ها تقریباً واقعی به نظر برسند و ژست‌ها کمتر تصنعی باشه. از تنی چند از زنان هم که چندان مقید به روگیری حجاب نبودند، مقداری عکس وجود داره که از میون اونها میشه به تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه اشاره کرد که اون رو در حال دوچرخه سواری نشسته، ایستاده، تمام رخ و تمام قد نشون میده. به تصویر درآوردن چهره زنان با توجه به ممنوعیت‌ها و تعصب‌های مذهبی در مورد مطرح شدن زنان در ایران دوران قاجار جزء محرمات دینی اسلام محسوب می‌شده. به همین جهت تصاویر کمی از زنان سرشناس یا زنان پادشاهان و اشراف در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران به تصویر در اومده و تصاویر زنان در نقاشی‌های دوران قاجار و دوره‌های قبل از اون بیشتر مربوط به رقاصه‌ها و زنان بزم آرای مجالس عیش و طرب بوده. یکی از عکاسان زن کلیور رایس، اون در سفرنامه‌اش راجع به عکاسی زنان اینطور نوشته: روزی چندین زن خوش سیما نزدم اومدن، به اونها گفتم مایلم عکسی از اونها بگیرم. خیلی خوشحال شدند. 15 یا 16 نفرشون چهره‌های جذاب خود رو در معرض دید گذاشتند. زمانی که دوربین خودم رو آماده کردم، با کمال تعجب دیدم تنها 6 زن موسن در اونجا نشسته، بقیه مخفیانه فرار کرده بودند. زنان سال خورده گفتن که اگر شخصی صورت زنان جوان رو حتی در عکس ببینه، شوهران اونا بسیار خشمگین میشن. عکس‌های زنان اشراف این دوره در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی قابل توجه بوده و این قشر از جامعه عکس خودش رو فاصله برای تفاخر و حفظ فاصله طبقاتی بین خود و سایر زنان جامعه در نظر گرفتن.
اما در میون عکس‌هایی که آنتوان سوروگین از افراد ناشناس گرفته، چهره یک زن بیش از دیگران جلب توجه می‌کنه. آنتوان سوروگین یکی از نخستین پیشگامان عکاسی تجاری در ایرانه. اون در حدود سال 1250 شمسی از تفلیس گرجستان به ایران اومد و بعد از مدتی در خیابان علاءالدوله یا فردوسی تهران یک مغازه عکاسی افتتاح کرد. مشتری‌های سوروگین هم درباریان قاجار بودند و هم سفرا و گردشگران اروپایی که به ایران می‌آمدند. نزدیکی آنتوان به دربار قاجار باعث شد که اون بتونه تصاویر جالب توجهی رو از شخصیت‌ها و رویدادهای دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ثبت کنه. اما علاوه بر این، اون به عکاسی از اقوام مختلف ایرانی، مردم کوچه و بازار و رسم و رسومات ایرانی ها هم علاقه و توجه زیادی داشت. عکس های سوروگین در حال حاضر در آرشیف های خصوصی و عمومی مختلف در سراسر دنیا پراکنده‌اند و در این بین به سختی میشه عکس های متعددی از یک شخصیت خاص رو پیدا کرد، مگر اینکه اون شخص بسیار معروف و شناخته شده بوده باشه، مثل خود ناصرالدین شاه یا بعضی از اطرافیانش. اما در این بین یک نفر هست که با وجود ناشناخته بودنش در آرشیوهای مختلف عکس‌های سوروگین میشه عکس‌های متعددی از اون رو یافت. این شخصیت ناشناخته یک زنه که اتفاقا در قیاس با چهره و آرایش معمول زنان قاجاری سیمای نسبتا متفاوت و زیبایی داره. سوروگین از این زن در حالات مختلفی عکاسی کرده. عکس پورتره، عکس‌های دو نفره و چند نفره و عکس‌هایی که اون رو در حال کشیدن قلیان یا پوشیدن لباس نشون میدن. ما نمیدونیم این زن کیه، اما پیداست که سوروگین توجه ویژه‌ای به اون داشته. دلیل این توجه رو هم نمیدونیم، اما شاید جاذبه چهره این زن سوروگین رو به عکاسی از اون ترغیب کرده باشه. حال و هوا و فضای عکس ها نشون میده که این زن باید از طبقه متوسط به بالا یا حتی از اعیان بوده باشه. اما نشونه ای که بشه جایگاه دقیق اون یا هویتش رو حدس بزنیم توی عکس ها وجود نداره. در مورد هیچ کدوم از عکس ها هم توضیحاتی که بشه اطلاعاتی درباره اون در اختیار ما بذاره وجود نداره. در بیشتر آرشیف ها صرفاً عنوان یک زن یا چند زن در توضیح عکس هایی که این شخص در اونها حضور دارند نوشته شده. اما یکی از آرشیف هایی که دو سه عکس با کیفیت از این شخصیت رو در خودش داره، مجموعه عکس ها رو مربوط به حرمسرای ناصرالدین شاه معرفی کرده. بعید نیست که این زن از اهالی دربار بوده باشه، اما این امکان هم هست که این آرشیف فقط به خاطر شباهت این عکس ها به عکس های مربوط به حرمسرا این عنوان کلی رو به اونها داده باشه. ضمن اینکه نوع عکس های پورتری که از این زن گرفته شده تا حدی متفاوت با عکس های معمول زنان درباری به نظر میرسه. همسران ناصرالدین شاه معمولاً توی عکس های تک نفره سیمایی جدی‌تر دارن و مستقیماً به دوربین نگاه می‌کنن، اما این زن توی عکس‌های تک نفره و حتی دست جمعیش ژست‌هایی نسبتاً هنری گرفته. این حالت میشه این گمان رو تقویت کنه که سوروگین این زن رو به عنوان یک مدل از یک خانواده اشرافی انتخاب کرده. به هر حال واقعیت هرچه که باشه، چهره این زن توی دل عکس‌های آنتوان سوروگین به ابدیت پیوند خورده و ماندگار شده، بدون اون که هویتش برای ما آشکار شده باشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما